خب سوالی از آنچه گذشت نداریم؟ بله آه که میخواستن پیام بدونه. آره اون بعدم فکر میدونم که درست گفته بودم، اشتباه نکرده بودم. من تا باید یه گام دیگه اضافه بردارین تا اون راه حل تکمیل شه. در واقع کاری که میکردیم اگه یادتون باشه این بود که یک شخص مزاحمی اون وسط بود که پیام ها رو گوش میکرد و همه چیز رو در جریان بود و ما خواستیم بدونن که اون متوجه بشه با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم. ایده این بود که اینجا مثلا این ما دو نفر در واقع در این دو سمت میخوان با هم ارتباط برقرار کنن، یک شخص بد جنسی هم اینجا داره ایده این بود که یه عدد اول بزرگ انتخاب میکنی، عدد اول بزرگ، خب و همه چیز رو به پیمانه، از این بعد به پیمانه پی در نظر میگیریم، اعداد به پیمانه پی، خب و کاری که میکنیم اینه که کسی که این طرفه یه عدد یک عدد چی گفتم دفعه پیش؟ یه ایکس به توان ای رو میفرستاد ها؟ که این ایکس اون چیزیه که قراره که منتقل شه، درسته؟ ایکس قراره چیزیه که منتقل، من ایکس به توان ای رو میفرستم، شما ایکس به توان ای رو به توان بی میرسونید و میفرستید دوباره، یعنی ایکس به توان ای بی، من به توان ای ستاره میرسونم که ای ستاره توان ای ستاره یه جوری وارون توان ایه، درسته؟ در واقع ای ستاره و بی بی ستاره اینا هم نهشته یکن به پیمانه پی منهای یک. و بنابراین ما میدونیم که اگه که به یه بنابراین وقتی ایستو به توان ای ستاره برسونید انگار هیچ کاری نکردید، وقتی پیمانه پی دارید انجام. بنابراین من این عددی که میرسه رو به توان ای ستاره میرسونم و عملا ایکس به توان بی رو به دست میارم. بنابراین دوباره ایکس به توان بی رو بعد برمیگردونم و شما اون چیزی که به دست میاد رو به توان بی ستاره میرسونید و ایکس باقی میمونه، پس ایکس رو میفهمید. خب من میخواستم بگم که اگه بخواد این شخص بفهمه که پیغام چی بوده، اگه بتونه حداقل اینطوری بگم، اگه بتونه لگاریتم بگیره میتونه بفهمه. به خاطر اینکه وقتی لگاریتم بگیری یعنی چی؟ ببینید فرض کنید که مثلا این گفتم که توی هر عدد اول پیمانه هر عدد اولی یه چیزی وجود داره، یا لاقل یه چیز، یا لاقل یه چیزی، در واقع چیزهایی وجود دارن که توانهاشون همه عددا رو بسازه، به اینا میگن ریشه اولیه. مثلا فرض کنید که فرض کنید دو یه ریشه اولیه باشه، همونطور که دفعه پیش دیدیم به پیمانه خیلی از عدد اول دو ریشه اولیه بود، توانهاش همه عددای یک تا پی منهای کو میساخت. پس فرض کنید مثلا دو یک ریشه اولیه باشه، خب بنابراین خود x هست دو به توان یه y، در واقع x هست، یعنی اگه از x لگاریتم بگیرم ماده دو به پیمان مبنای دو در واقع یه y به دست، درسته؟ و چون x هست دو به توان y، در واقع این عددهایی که اینجا رد و بدل شدن هستن دو به توان ya، دو به توان yab و دو به توان yb، یعنی این در واقع مزاحم داره این عددا رو میبینه، درسته؟ اگه این میتونست لگاریتم بگیره اون وقت میتونست YA و YAB و YB رو ببینه، بنابراین میتونست که این دوتا رو در هم ضرب کنه، تقسیم بر این کنه و Y رو به دست بیاره، و وقتی Y رو به دست بیاره دو به توان Y که X باشه رو هم به دست بیاره، درسته؟ پس اگه لگاریتم گرفتن کار ساده ای بود این میتونست که بفهمه ما داریم چیکار میکنیم. مثلا ادعای من این بود دفعه پیش که لگاریتم گرفتن خیلی خیلی کار سختیه نسبت به توان رسوندن، قابل مقایسه نیست سختیش. بنابراین کارهایی که ما باید بکنیم به توان رسوندن همش، ولی اون کاری که باید بکنه لگاریتم گرفتن. البته استدلال من یک نقصی داره، چون من نگفتم که از راه دیگه ای نمیتونه اینو بفهمه، ولی حالا اینو دیگه قبول کنید دیگه، راه دیگه ای فعلا شناخته شده نیست، راهی که با محاسبات کم در واقع قابل کشف باشه این پیامایی که ما منتقل کردیم. بگو. بله. همه چیزو میدونه دقیقاً، یعنی ما صحبتامون مبنی بر اینکه الگوریتممون رو با هم دیگه فیکس کنیم همه اون شنیده. مثلا
فردا از اولیه مدابیر اولین رو میدونه. بله بله. اولین رو به یه توانی میرسه. میدونه که یه ایکس به توان ایه، ولی نه ایکس رو میدونه نه ای. بعد وقتی رو برمیگرده میدونه که ازش به یه توان رسیده. دقیقا. پس اون توانه رو میتونه دست بیاره. خب چجوری به دست بیاره؟ ببین تو دو تا عدد داری، دو تا عدد مثلا U و V داری، خب؟ و میدونی که V یه توانی از U، ولی نمیدونی چه توانی. دقت کن این عددا به پیمانه یه عدد اول بسیار بزرگه، مثلا یه عدد اول 50 رقمی. بنابراین همه توانهای ممکن تعدادشون فوق العاده زیاده. همین در واقع همون لوگاریتم گرفتن این کار که میگم خیلی کار سختی. بگذاریم از این موضوع، مشکلی نیست. امروز در مورد اعداد ادامه بحث در مورد اعداد، ببین تا الان در مورد اعداد طبیعی صحبت کردم، اعداد طبیعی و بعد به طور خاص در مورد اعداد اول. خب من می‌خوام کمی در مورد مفهوم تعمیم یافته تر، توسعه یافته تر عدد صحبت کنم که خیلی بحثم امروز مشترکه با اون چیزی که تو ریاضی یک احتمالاً دیدید یه مقداری در مورد اعداد، در واقع همون داستان عدد چیستیه که فصل اول کتاب ویکتور ششتانی بهش پرداخته. خیلی هم فصل اول اون کتاب خوندنیه به نظر من. من میخوام یه مقداری تکرار کنم حرفای اون فصل رو، بخاطر اینکه خودم ریاضی یک اینجا درس دادم، میدونم که چون اون فصل خیلی در ادامه ماجرای ریاضی یک نیست، خیلی از وقتا استادا خیلی روی اون فصل تأکیدی ندارن، در حالی که مطالبش به نظرم واقعا جالبه. بر من خیلی جالب بود خودم وقتی که چند سال پیش برای اولین بار اونو میخوندم. و بعد در ادامه‌اش چیزای بیشتری بگم بهتون. نقل قول کنم از اون کتاب، اونجا در واقع اومده که مفهوم عدد، در واقع دو تا مفهوم عدد و نسبت به لحاظ تاریخی وجود داشته که اینا اصلا متمایز بوده. عدد وقتی که شما اشیاء رو میشمارید، مثلا میشمارید تعداد سیبا رو، میشمارید تعداد گوسفندا رو، میشمارید غیر، ولی بعضی وقتا شما یه چیزایی رو باید اندازه‌گیری کنید که قابل شمردن نیستن. مثلا شما میخواین یه مقدار آب دارید، مثلا نمیتونید بشمارید بگید چند تا آب، یه مقداری کمیت پیوسته است. خب کاری که میتونید بکنید که با هم مقایسه کنید، مثلا دو تا ظرف آب رو بگید این یه مقداری بیشتر از اونه، چند برابر اونه. بنابراین در واقع وقتی شما با کمیت‌های پیوسته سر و کار دارید در مقابل کمیت‌های گسسته، کاری که میتونید بکنید که نسبت دو تا کمیت به همدیگر رو اندازه‌گیری کنید. و تا مدت‌ها در واقع این نسبت‌ها با اعداد دو تا چیزهای مختلف، دو تا مفهوم مختلف محسوب می‌شدن و طول کشید در تاریخ ریاضی که مردم قبول کنن که اینا در واقع یه چیزن، حالت کلی‌تری نسبت از همون عدد. مشکل اینه که وقتی شما دو تا نسبت، دو تا کمیت دارید، مثلا یه مقداری دو، مثلا دو تا کمیت که آبن، مثلا مساحتن، طولن، زمانن، یه چیزایی از این دست که اینا کمیت‌های پیوستن، خیلی یعنی اصلا اینطور این درست نیست که همیشه وقتی کمیت کوچیک، کمیت بزرگ ضریبی از کمیت کوچیکه، یعنی نمیتونید که بشمارید دقیقاً بگید این مثلا دو برابر دو تا از اینه یا سه تا از اینه. مشکل اینه که وقتی که این کمیت ها رو میذارید کنار هم دیگه، اون کمیت کوچیک رو وقتی که چند تاشو توی کمیت بزرگ قرار بدید، ممکنه یه تیکه باقی بمونه که اون تیکه دیگه بنزه یه واحد کامل از کمیت کوچیک‌تر نیست. خب به هر حال اون چیزی که توی فصل اول کتاب ششتانی اومده، عدد رو به عنوان نسبت تعریف میکنه، میگه عدد چیزی نیست جز نسبت دو تا کمیت همجنس. بنابراین جواب به این سوال اگه بخوایم در یک نیم خط جواب بدیم، اینه که عدد چیزی نیست جز نسبت دو کمیت هم، دو کمیت از یک جنس. خب من اگه بپرسم که این مقدار آب چقدره، جواب شما اینه که مثلا هست چه میدونم مثلا 10 سی سی یا هست 3 کیلوگرم.
اگه بپرسم مثلا طول زمان از الان تا مثلا فلان موقع چقدره، میگین اینقدر ماه. ولی اگه بپرسم که این فاصله زمانی چند برابره مثلا اون یکی فاصله زمانیه، این نسبت دیگه یه چیز بدون بعدیه، از جنس همونی که بپرسم این مقدار آب چند برابره اون یکی مقدار آبه. بنابراین وقتی که دو تا کمیت یه جنس و نسبتش با هم دیگه رو حساب میکنید، این نسبت دیگه چیزیه که به اون جنس مورد نظر ربطی نداره، یه چیز یه مفهوم مجردتریه و اون چیزی که میگیم عدد. خب حالا داستان در واقع این از اینجاش جالب‌تر میشه که اگه خونده باشید اون کتاب رو، فصل اولشو، اونجا نوشته شده این موضوع، البته موضوع معروفیه که یونانی‌های قدیم فکر می‌کردن که درسته که دو تا کمیت وقتی دارید لزوماً یه ضریبی از این یک بزرگ ضریبی از کوچیکه نیست، ولی میشه احتمالاً یه چیز کوچیک‌تری پیدا کرد که هر دو اینا ضریبی از اون موجود کوچیک‌تر باشه. خب در ضمن چون که من میخوام دو تا کمیت از یه جنس بگیرم، کافیه این جنس رو از اول فیکس کنم. کاری که یونانی‌ها کردن، این جنس رو طول گرفتن، یعنی گفتن که نسبت در واقع یعنی عدد رو میشه به شکل نسبت دو تا طول تعریف کرد. طول هم که در واقع چیز ویژگی یه پاره خطه، یعنی دو تا پاره خط اگه داشته باشید، نسبت طول اینا رو میتونم بهش بگم عدد. و اگه من این طول کوچیک رو فیکس کنم یا در واقع یه واحد انتخاب کنم، یه پاره خطی از اول مشخص کنم، بگم این طول واحد منه، واحد اندازه‌گیریمه، هر پاره خط دیگه این نسبتش به این پاره خط مشخص شده میشه یه عدد. و بنابراین اگه من یه خط بکشم یا یه نیم خط بکشم و یه پاره خط هم اینجا مشخص کنم به عنوان پاره خط واحد، اون وقت من هر پاره خط دیگه ای رو میتونم سرش رو قرار بدم روی نقطه شروع این نیم خط و انتهاش میفته روی یه نقطه روی این نیم خط. بنابراین هر پاره خط دیگه ای که در نظر بگیرم، نقطه انتهاییش دقیقا یه عدد مشخص میکنه. درسته؟ من یه نیم خط از اول مشخص میکنم، یه پاره خط هم اون پاره خط واحد انتخاب میکنم. حالا عدد چیز نیست جز نسبت یه طول یه پاره خط دیگه ای به این پاره خط. هر پاره خط دیگه ای رو میتونم سرش رو بذارم رو شروع نیم خط، ببینم انتهاش کجا قرار میگیره. بنابراین انتهای هر پاره خط دیگه ای نماینده ای از یه عدد، و اینجوری شما عددها رو در تناظر با نقاط این نیم خط قرار دادید. بنابراین یه نمایش هندسی از اعداد به دست آوردید. اینجوری نیم خط شما هر نقطهش میشه یه عدد، البته بعد از مشخص کردن یه عددی به معنی یک روی نیم خط، هر نقطه میشه یه عدد و هر عددی میشه یه نقطه روی نیم خط. یه تناظری دقیقا وجود داره بین اعداد و نقاط روی نیم خط. خب حالا داشتم اینو میگفتم که در واقع تصور یونانی ها این بوده که هر دو کمیتی متوافقن اصطلاحا. این در واقع تصور یونانی ها بود، هر دو کمیتی متوافقند. متوافق هم یعنی این که یک کمیت سومی پیدا میشه، مثلا فرض کنید این کمیت اول باشه این کمیت دوم، یعنی همیشه یک کمیت سومی پیدا میشه که این کمیت سوم میشه باهاش هر دو این کمیت ها رو اندازه گرفت. یعنی مثلا اولی هست 10 برابر این، دومی هست مثلا 4 برابر. خب خیلی هم عجیب نیست که آدم فکر کنه که چرا اونا این فکر رو میکردن، به خاطر اینکه اگه شما این کمیت سومتون رو خیلی کوچیک کنید، کمیت های بیشتری رو میشه باهاش بسازید. درسته؟ بنابراین اگه بنز کافی کوچیک کنم، احتمالاً هر دو این کمیت ها رو میشده مثلا باهاش ساخت، یا میشده اینجور فکر کرد. خیلی عجیب نبود این طرز فکر. خب و یه راه خیلی هوشمندانه اوکلیدوس باز کشف کرده بود برای اینکه این کمیت سومی رو به دست بیاره، که این همون چیزیه که بهش میگیم الگوریتم اوکلیدوس. الگوریتم اوکلیدوس رو اینجا شرح بدم. الگوریتم اوکلیدوس، الگوریتم اوکلیدوس اینه، میگه فرض کنید من دو تا مثلا طول دارم و میخوام که طول سومی رو پیدا بکنم که اون طول سوم هر دوی این طولا رو میشه باهاش اندازه گرفت. میگه که بیاین طول اول رو ببینید چند تا ازش تو طول دوم چند تا ازش، پاره خط دوم چند تا دونه ازش تو پاره خط اول جا میشه. خب و اگه که کامل اون یکی رو پوشوند که مسئله حل، خود این چیزی که هر دو رو میشماره. اگه نپوشوند یه مقداری باقی میمونه. بنابراین مثلا این پاره خط اوله، این پاره خط دومه، و مثلا من یه دونه از این اینجا جا دادم، این طول دوم کوچیک‌تر از این فرض کنید شده.
مثلا تا اینجا سی پاره. حالا چون کوچیک‌تر شده این پس یه مقداری باقی میمونه، اینو بیارید دو ارزایید پایین و ببینید که حالا این یکی توی قبلیش چند بار جا میشه. باز این یکی رو یه بار جا بدید دیگه بار دوم نمیتونید جا بدید، یه قطعه باقی میمونه، اون قطعه رو بیارید بذارید پایین و ببینید این یکی چند تا توی قبلی جا میشه و این کار رو ادامه بدید تا اینکه یه جایی دیگه این داستان تمام شه. مثلا این الان دو بار جا میشه توی قبلی، باز یه تیکه باقی میمونه و فرض کنید اون تیکه دیگه دقیقاً دو برابرش میشه اون تیکه بالایی. خب پس این کار رو همینطور برید پایین تا اینکه یه جایی دیگه برسید به یه چیزی که دقیقاً مقدار بالایی ضریبی از مقدار آخر. بذارید این داستانو به شکل جبری بیان کنم. اگه این پاره خط اول مشروع دارم A0، پاره خط دوم بذارم A1، کاری که میکنم اینه که میام A0 رو میبینم به چه ضریبی از A1 میتونم بنویسم. مثلا فرض کنید A0 باشه یک ضریبی مثل N1 برابر A1 به اضافه یه قطعه باقی مونده A2 که A2 دیگه از A1 کوچیک‌تره، یعنی دیگه A1 جا نشده از اون به بعد. بنابراین A2 یه چیزی کوچیک‌تر از A1. حالا این دفعه بیاید A2 رو توی A1 بنشونید. پس A1 میشه N2 برابر A2 دوباره به اضافه یه قطعه باقی مونده A3 و این کار رو ادامه بدید. خب اگه یه جایی این داستان تموم شه، یعنی به یه ANی برسید که باشه یه ضریب مثلا به یه AKی برسید که باشه ضریب مثلا AKی به اضافه یک باشه NK برابر AK، اون وقت اقدیدوس ادعا میکنه که کار شما تموم شده است و این AKی به اضافه یک دقیقا همون کمیتیه که میشه هر دوی A0 و A1 رو باهاش شمرد. چیه؟ آها AK باشه مثلا NKی به اضافه AKی منهای یک باشه. درست. اون وقت این AK اون چیزیه که میشه با همش شم همه کمیت های A0 و A1 شمرد. دلیلش هم سخت نیست وقتی که بدونید این درسته. هر دو سمتش راحته. اولا اگه شما برسید به همچی عبارتی، حالا میتونید که جای AK منهای یک بذارید NK AK و تو معادله قبلی جایگزین کنید. بذارید معادلات قبلی رو هم بنویسم. معادله قبل از این هست چی؟ هست AK منهای 2 مساوی با NK منهای 1 AK منهای 1 به اضافه AK. خب من اگه به این همچی معادله برسم میتونم جای AK منهای 1 این مقدار رو بذارم. بنابراین این چیزی که اینجاست میشه NK منهای 1 در NK در AK. درسته؟ بنابراین کل این عبارت که اینجاست میشه یه ضریبی، یعنی NK منهای 1 NK به اضافه 1 ضرب در AK. پس نه تنها AK منهای 1 ضریبی از AK، AK منهای 2 هم ضریبی از AK. باز دوباره جایگذاری کنید در میاد که AK منهای 3 هم ضریبی از AK. همینطوری میره بالا، پس هم A1 و هم A0 ضریبی از AK. درسته؟ بنابراین اگه این کارو برید جلو و یه جایی تموم شه، اون پاره خط آخر ضریبی ازش هم A0 رو میسازه هم A1. برعکسش هم درسته. اگه که این دو تا واقعا متوافق باشن و یه پاره خطی پیدا شه که هر دو اینا رو میسازه، این کار حتما تموم میشه. چرا؟ به خاطر اینکه ببین اگه یه پاره خطی هر دو اینا رو بسازه، یعنی ضریبی ازش پاره خط بالا و پاره خط پایین رو بسازه، حتما ضریبی ازش پاره خط A2 رو هم میسازه. درسته؟ به خاطر اینکه هم A1 ضریبی از مثلا یه طول L، هم A1 ضریبی از طول L. پس اگه اینو بیارید این طرف در میاد که A2 هم ضریبی از طول L هست. حالا A1 و A2 دوباره ضریبی از طول Ln، پس A3 هم مجبور ضریبی از طول L باشه. پس همه اینا ضرایبی از طول Ln و دارن کوچیک میشن، پس یه جایی مجبورن تموم شن دیگه، یه جایی متوقف میشن. بنابراین در واقع الگوریتم اقلیدوس یه راه قطعیه، یعنی اگه دو تا کمیت متوافق داشته باشید این کار تموم میشه و اگه تموم بشه حتما دو تا کمیت متوافق. خب و دقیقاً هم به بهترین طول ممکن، بزرگترین طول ممکن میرسید برای اینکه هر دو اونا رو بشمارید. این حقیقت رو داشته باشید. حالا یه کشف جالبی از همون یونانی های مذکور که باز توی کتابی توی ششانی اومده اینه، میگه فرض کنید حالا من این کمیت های A0 و A1 هم قطر و ضلع یک پنج ضلعی منتظم باشه. بذارید اینا رو هم پاک کنم و یه چند تا دیگه از این روابط هم بنویسم، یه دونه دیگه از این روابط هم بنویسم.
آمریکا. حالا به این استدلال جالبم توجه کنید. اینه که بیاین یه 5 زلی منتظم نظر بگیریم. خب و این قطر رو بگیرید A صفر و این زل رو بگیرید A یک. خب من زلی منتظم این ویژگی جالب داره که اگه که همه قطراش رو رسم کنید یه 5 زلی کوچیک منتظم اون وسط تشکیل میشه. خب و خیلی تقارن ها وجود داره. مثلا الان هر این قطر رو که میکشید موازی این زل طبیعتا و مثلا این قطر الان موازی این زل با استدلال های ساده هندسی مثلا شما میتونید ببینید که این دوتا طول با هم برابره. درسته؟ بنابراین وقتی که من میخوام که A0 رو یه تعدادی A1 ازش کم کنم یه دونه A1 ازش کم میکنید اونش که باقی مونه اینه که دیگه طبیعتا از A1 کوچیکتر. پس در واقع این طول A2ه. درسته؟ از طرفی ببینید این شکل رو اگه من بکشم این یه دونه متوازی الاضلاعه، در واقع یه دونه لوزیه به خاطر اینکه این قطر با این ضلع موازیه. پس این موازیه اینه، اینم موازیه اینه، پس یه متوازی الاضلاعه، این دوتا هم که با هم مساوی، پس یه لوزی دارید. من به این A2 که اینجا داشتم مساوی با این طوله. درسته؟ پس بذارید این طول رو مشخص کنم و از چه دارم A2. خب حالا A3 چیه؟ من باید از A1 که طولش برابر با اینم هست یه دونه A2 کم کنم. یه دونه ببخشید باید از A2 باید از A1 ببینم چند تا A2 میشه کم کنم. A1 که این طوله، خب A2 هم اینه، این با این برابره، اینم که با این برابره. درسته؟ اینا کاملا متوارد. پس در واقع از این طول وقتی یه دونه از اینا کم کنم چیزی که باقی مونه این پاره خط کوچیک اینجاست. درسته؟ پس این در واقع A3 هم هست. این یعنی A3 هم هست، نه این طول A3 هست. در واقع A0 این طول این زله بود. خب حالا یه اتفاق خیلی جالب افتاد. ببینید من اگه این معادلات رو برای اینجا بنویسم در واقع A0 هم شده A1 به اضافه A2، A1 هم شده A2 به اضافه A3. خب حالا میرسم سر A2 و A3. نکته اینه که A2 و A3 دوباره قطر و زل یه دونه 5 زلی منتظم. بنابراین از اینجا باید همه چی دوباره مثل قبله، مثل اینکه با همون 5 زلی منتظم با یه نسخه کوچیکترش شروع کردید. بنابراین عیناً دوباره همین داستان تکرار میشه. دوباره A2 میشه یه دونه A3 به اضافه A4 و A3 میشه A4 به اضافه A5 و حالا دوباره A5 و A6 زل و قطره 5 زلی منتظم. یعنی این داستان دقیقا میفته تو لوپ و نمیتونه تموم شه هیچ جا، چون که بعد از دو بار انجام دادنش شما میرسید به این مسئله اول و چون که نمیتونه تموم شه معنیش اینه که این دو تا کمیت اولیه که A0 و A1 بودن متوافق نیست. مثلا فرض کرده بودن که هر دو کمیت متوافق هستند. آره آره. این که این تمام نمیشه مثل استفاده شدودیه. نه این دیگه استدلال دقیقه دیگه. نه این که این همواره میشه تا بی‌نهایت این شکل خیلی کوچیک کرد. آها. این نمیشه شدودیه. چرا قبول نکردن که قبول، یعنی به این درچه نرسیدن که این شکل خیلی نهایت بشه؟ ولو حالا شاید من تربیت یافته ریاضیاتم که از اونجا اومده و ذهنم اوریبه، ولی خب از نظر من این استدلال خیلی قانع کننده است، در حالی که پشت سر این تصور استدلالی وجود نداشته. اینجا من یه استدلال دقیق دارم میکنم، اینجا استدلالی نیاوردم که زلیا این مقدار متناهی هست. حالا بی نهایت باید نهایت ادامه دادن با به چه معنی؟ توی یه جایی ممکنه که ما اصلا به صفر برسیم.
بذار بقیه حرفا رو هم بشنویم بعد شاید یه جوابی ذهن هم برسه. این همه از یک بزرگ کنیم مثلا این همه از یک کنیم باز دوباره این کنیم کنیم چه تربیه به دست بریم. این نشون میده که نامتناهیه ما هر چقدر این همه رو هنگام بدیم باز دوباره شما فیلو بیفتنیم و بعد یه سجا اوله بالاخره ما میتونیم همین تو اسکیل بزرگتر عمل انجام بدیم. چه فرق میکنه هر چقدر بزرگشه باز ایسر یه مقدار متناهی داره دیگه. ایسر که نمیتونه بی نهایت باشه متناهی میشه واسه چون میدید هیچ وقت ما به صفر نمیرسیم. شما چی میخواییم بگیم؟ همین راحت داره میگه که تو هر پنج زدی یه پنج زدی دیگه هست مثلث متساوی لازلاز از نظر شما یعنی چی؟ یه مثلثی که سه ضلعش با هم برابرن دیگه. خب و دو تا مثلث دو تا شکل متشابه یعنی چی؟ یعنی مثلا با یه چند بار بزرگ کردن اون شکل اول شکل دوم به دست بیاد. درسته؟ به جای پنج ضلعی بیاین با مثلث که شکل ساده تریه لحظه نگاه کنیم. اگه من این مثلث رو وسط اضلاعش رو به هم وصل کنم یه مثلث به دست میارم که بازم متساوی اضلاعه و متشابه مثلث اول همه دیگه. درسته؟ پس میتونم اینو دو برابر بزرگ کنم تموم شکل اولمو بسازم. یا عکسش میتونم توی این یه دونه مثلث کوچیک‌تر دوباره بسازم عیناً مشابه مثلث قبلی. اگه این حرفا رو قبول دارید یعنی پس من این کارو میتونم بارها و بارها هر تعداد بار دوست داشتم بکنم دیگه. من اصلا صحبت از بی‌نهایت بار نمی‌کنم. میگم از هر تعداد باری که شما بخواید میتونید این کارو بکنید. هزار بار یا یک میلیارد بار. هر تعداد متناهی باری که دوست داشته باشید. درسته؟ هر تعداد متناهی باری که دوست داشته باشید. خب؟ اینجا هم همین حرفو میزنم. میگم که الگوریتم اقلیدوس توی هیچ تعداد متناهی باری به پایان نمیرسه برای این دو تا پاره خط. درست شو؟ خب؟ پس این استدلال نشون میده کمیت‌های غیر متوافقی وجود دارن. خب؟ یه بار برگردیم به اون تصویری که از نیم خط داشتیم. نگاه کنی؟ من گفتم که اعداد نسبت پاره خط ها خب یا در واقع بعد از فیکس کردن یه پاره خط به عنوان پاره خط واحد اعداد چیزی نیستن جز نقاط روی این نیم خط. اگه من دو تا پاره خط متوافق داشته باشم نسبت این مثلا هست n برابر عدد پاره خط طول مثلا پاره خط اول هست n برابر طول پاره خط سوم و طول پاره خط دوم هست m برابر طول پاره خط دوم سوم. من به این وقتی نسبت این دو پاره خط رو به هم دیگه میگیرم عددی به دست میاد که بهش میگم n mm در واقع همون چیزایی که شما به من عددهای گویا میشناسیدش. خب در واقع مثل این میمونه که من بیام این پاره خط واحدمو به m تیکه تقسیم کنم بعد n تا دونه از این پاره خطا بذارم برم جلو میشه میرسم به یه نقطه ای. خب اینا میشن عددهای گویای روی نیم خط. میتونم این امو خیلی بزرگ کنم. اگه اممو خیلی بزرگ مثلا 1 میلیارد بگیرم نقطه‌ای که به دست میاد فاصله شون از هم بسیار کوچیکه 1 تقسیم بر میلیارد. خب من میتونم فاصله ها رو بسیار بسیار کوچیک کنم. بنابراین اعداد گویا همه جای این خط هستن. یعنی هر جای من خیلی کوچیکی هم بگیرم حتما یه عدد گویای اون تو پیدا میشه. اعداد گویا تعدادشون بی‌نهایت تاست و این پاره خط رو به یه معنی پر کردن. یعنی اینکه هر جای هر بازه هر چقدر کوچیکی هم بگیرم بی‌نهایت عدد گویا اون تو میافت. ولی این استدلال که اینجا کردم داره نشون میده که با اینکه عدد گویا اینقدر زیادن و به نظر میسه همه جا این پاره خط رو پر کردن نیم خط رو پر کردن ولی واقعا همه جا رو پر نکردن. الان اگه شما نسبت این آ صفر به آ یک رو بگیرید این یه عددیه اینجا روی نیم خط که هیچ عدد گویایی نیست. یه بار دیگه این تصویر رو صاف‌تر بکشم. این نیم خطمونه. خب اینم عدد 1ه. خب ما الان یه عددی داریم اینجا که یه عدد اسرارآمیزیه به این معنی که عدد گویا نیست. هیچ جوری نمیتونید با عدد گویا بشه. یعنی عدد گویا بعد از که عدد گویا رو گذاشته توی نیم خط هنوز بسیار سوراخ‌های زیادی اینجا وجود داره. حفره‌های فراوانی همچنان روی نیم خط باقی مونه و این تصورش برای اون یونانی‌ها خیلی سخت بوده چون تا قبلش فکر می‌کردن عدد گویا همه عددهایی که اونا می‌شناسن. بعد یهو متوجه شدن که نه انگار روی نیم خط کلی سوراخ دیگه وجود داره که
تا قبلش تصورشو نداشت. خب بله. مثلا این کفره ها رو شروع دیدن که همچون نفعه ما خب خیلی اطولیشن این اول این خط رو به ده نسیم نسیم به ده سر نسیم به ده نسیم تا هر چیزی که شما بگیم بیشتر دارم بدیم یعنی یه جا به دفعه بگیم هم بگیم باز هم اشارش ادامه هست اینطور دیگه باید اینو پذیرفت تا قبل از اینکه استدلالی داشته باشیم از این نوع ممکن بود که این احتمال رو بدیم ولی این استدلال داره نشون میده که نه دیگه هیچ امیدی نیست یعنی شما هر چقدر هم که این واحد امتون رو بزرگ بگیرید 1 میلیارد 10 میلیارد 100 میلیارد و به واحد به فاصله های خیلی خیلی کوچیک 1 میلیاردی تقسیم کنید بازم وقتی میاد جلو از روی اون عدد میپرید تقسیم بندی گویاست خب من به این پس نقطه های دیگه ای وجود دارن که عده گویا نیستن روی این نیم خط. خب بذارید یک برگردم یه لحظه به این داستان اقلیدوس. برگردیم اونجا. خب ببین ما برای عدد گویا نمایش های خیلی خوبی داشتیم. هر عدد گویا رو میتونیم به شکل نسبت دو تا عدد طبیعی بنویسیم، عدد طبیعی رو هم که میشناسیم. من ببین مثلا یه عدد اینجا میتونه باشه مثلا 1997 تقسیم بر مثلا 713. خب حالا ممکنه که صورت و مخرج خیلی طولانی شن ولی بالاخره هر عدد گویایی یه نمایشی داره اینجا. اون عددهایی که گویا نیستن چی اصلا چه جوری میشه اونها رو توصیف کرد؟ یک راه جالبی یونانی ها باز با کمک همین الگوریتم اقلیدوس داشتن برای اینکه این توصیف رو انجام بدن. راهشون اینه، میگن که فرض کنید شما میخواهید عدد x رو که نسبت a0 به a1 توصیف کنید. خب بیایید با همین الگوریتم اقلیدوس شروع کنید، یعنی a0 رو ضریبی از a1 به اضافه باقی مونده بنویسید و این کار رو ادامه بدید. الان طرفین این رابطه رو اگه من تقسیم بر a1 کنم چی به دست میام؟ خواهم داشت x که هست a0 تقسیم بر a1 مساوی با n1 a1 تقسیم بر a1 که این میشه 1 به اضافه a2 تقسیم بر a1. خب حالا a2 تقسیم بر a1 میتونم کارو حالا از اینجا به بعد ادامه بدم، منتها a2 تقسیم بر a1 در واقع عکس A1 تقسیم بر A2ه که اگه می‌خواستم این کارو انجام بدم باید باشه شروع می‌کردم. پس در واقع X-ی که اینجا دارم میشه N1 به اضافه معکوس A1 روی A2. درسته؟ حالا A1 روی A2 دوباره مثل اینکه از اینجا داستان شروع کرده باشید. این خودش میشه N2 به اضافه معکوس A2 روی A3. و الاخر. خب از این راه در واقع یه بستی رو دست میشه آورد که میگن بست کسر مسلسل. در واقع ایکسی که اینجا دارید میشه N1 به اضافه 1 تقسیم بر N2 به اضافه 1 تقسیم بر N3 به اضافه تا جایی که این داستان تموم شه، تا جایی که الگوریتم اقلیدوس به اتمام برسه، اگه برسه. یعنی عددهای گویا در واقع یه بست کسر مسلسل متناهی داره. عددهایی که گویا نیستن این بست براشون ممکنه تا بی‌نهایت ادامه پیدا کنه. خب البته این خیلی خوشایند نیست که من یک نمایشی داشته باشم که تا بی‌نهایت ادامه پیدا بکنه. شاید بعضی وقتا بشه این نمایش رو ساده‌تر کرد. مثلا در مورد این نسبت قطر به ضلع آیا میشه این نمایش ساده کرد یا نه؟ یه راهش استدلال هندسیه، یعنی من بیام مثلا با کارهای مثلثاتی سعی کنم اون مقدار رو حساب کنم، ولی به جای اینکه اون کار بکنم بیاید همون نمایشه کسر مثلثات در مورد این نسبت قطر به ضلع ببینیم چی میگه. توی این روندی که رفتیم همه این آیا یک در اومدن، درسته؟ این دو دفعه اول یک در اومدن از جا بدن که قرار شد همه چیز تکرارش. بنابراین این عددی که اینجا دارم نسبت قطر به قطر 5 ضلعی منتظم تقسیم بر ضلع اون 5 ضلعی این میشه 1 به اضافه 1 تقسیم بر و الاخ. خب این خیلی عدد جالبش میگن عدد طلایی.
چون که یه الگوی تکرار شونده ای داره، میشه که یه بازی با مزه ای با این کرد. اونم این که این تیکه رو اگه نگاه کنید، این خودش همون ایکسه، درسته؟ پس ایکسی که شما دنبالش میگردید هست یک، هست یک به اضافه یک ایکسون، و این در واقع یه ماده درجه دوه. یعنی ایکس دو منهای ایکس منهای یک مساوی با صفره. بذارید اینو، چون من میخوام در موردش صحبت کنم، اینور بزرگتر بنویسم. این معادله رو اگه در یه x ضرب کنم، یه معادله درجه دو در میاد، میشه x2 مثلا منهای x منهای 1 مساوی با 0. و خب این معادله رو شما بلدید حل کنی، جوابش میشه میشه 1 به اضافه یا منهای رادیکال 5 تقسیم بر 2. رادیکال 5 چون یه عددیه که از 1 بزرگتره، بین 1 و بین 2 و 3 است، درسته؟ بنابراین اگه اینجا منفی رو انتخاب کنید، یه عدد منفی به دست میاد که معقول نیست. من نسبت دو تا پاره خط طول پاره خط گرفتم، بنابراین ایکسی که در واقع مورد نظر منه اینجا ایکس هست 1 به اضافه رادیکال 5 تقسیم بر 2. خب این از جهت این نمایش، نمایش جالبیه، به خاطر اینکه دیگه نمایش نامتناهی نیست. اگه شما یه عمل دیگه‌ای به اسم رادیکال رو هم به رسمیت بشناسید، کشت ساده ایه در واقع، رادیکال یه عدد یعنی چیزی که در صورت خبر خوش ضرب میشه بشه اون عدد، وقت ما این نماد جدید، من تونستم برای اون عددی که دیگه نمایش گویا نداره یه نمایش جدید پیدا کنم که نمایش قابل درک. خب و سوال اینه که ها ببین، حالا اینجا چندین تا سوال مطرحه که میشه مسیرهای مختلفی رو طی کرد که همش هم جالبه. حالا شاید من بعضی از این کارا رو در جلسات بعد انجام بدم. ببین اینجا شما یه معادله داری، یک معادله جبری داری، برای این بهش میگم جبری که توش از اعمال جبری ساده اولیه مثل جمع و توان رسوندن و ضرب و اینا استفاده شده. و اینجا یک عبارت رادیکالی دارید. خب هر دو طرف این ارتباط بین مادات جبری و عبارات‌های رادیکالی خیلی جای سوال داره. آیا من هر معادله جبری رو میتونم که براش یک عبارت رادیکالی به دست بیارم؟ ممکن بود این معادله پیچیده‌تر باشه. برای معادلات درجه دو شما میدونید که همیشه یه جواب رادیکالی وجود داره، همون فرموله معروف. ولی اگه درجه این بیشتر بشه 3 4 5 الی آخر، برای معادلات درجات بالاتر هم آیا همیشه میتونم جواب رو این شکلی به کمک رادیکال ها توصیف کنم؟ برعکس هر عبارت رادیکالی آیا مربوط به یه معادله جبری میشه؟ خب اینجا دو تا علامت سوال بزرگ وجود داره. عبارت رادیکالی منظورم اینه که شما رادیکال و ریشه انوم گرفتن، ریشه چندم گرفتن رو هم به اعمال جبریتون اضافه کنید، به ضرب و جمع و تقسیم و اینا. بعد خیلی چیزای پیچیده‌ای ممکنه بتونید بسازید. آیا این چیزایی که می‌سازید همیشه جواب یه معادلات جبری هستن یا نه؟ خب و بعد از این دو تا سوال، سوال سومی مطرحه. آیا اون حفره‌های موجود تو عدد حقیقی، حفره‌های موجود بین اعدادهای گویا، همشون یه همچین موجوداتی هستن؟ همین با مثلا رادیکال و اینا قابل توصیفن دیگه، اعدادهای دیگه است. بذارید از این سوالا یکیش که از همه ساده‌تره رو من یکم در موردش صحبت کنم. که البته خود اونم خیلی ساده نیست. از این سوال شروع کنیم. هر عبارت رادیکالی رو آیا میتونم به یه معادله مربوط کنم یا نه؟
بعضی عبارت‌های رادیکالی خیلی روشنه که به یه معادلاتی مربوطن. مثلا رادیکال دو که شما مثال اولیه‌ای که از یاد گنگ میشناسید رادیکال دوه، قاعدتاً اینو چه معادله‌ای میتونید براش بسازید؟ مثلا ایکس دو مساوی دو، خب؟ یا مثلا ریشه سوم دو، مثلا بذارید اینجوری بگم، مثلا رادیکال سه جواب همچین معادله، ریشه سوم دو مثلا جواب معادله ایکس سه مساوی دوه، خب؟ ولی عبارت‌های پیچیده‌تر مثلا رادیکال سه به اضافه ریشه سوم دو، آیا این مثلا یک جواب یک این میشه معادله‌ای میتونید بسازید که جوابش این باشه؟ میشه؟ چیه؟ با ضرایب معادله چی بشه؟ نه نه، ضرایب قراره که عددهای صحیح، عددهای مثلا صحیح باشه. این معادلاتی که اینجا داریم ببینید، مثلا این ضرایب فقط یک کومن هاییه که، یا ضرایب مثلا دو و سه و ایناست. بذار از یه سوال ساده تر شروع کنم. مثلا رادیکال دو به اضافه رادیکال سه رو میشه برش معادله ساخت. اگه اینو بذارم ایکس، خب ایکس رو به توان دو برسونم یه کمی ساده تر میشه. ایکس دو میشه 3 به اضافه 2 به اضافه 2 رادیکال 6، یعنی 5 به اضافه رادیکال 6 به اضافه 2 رادیکال 6. بنابراین اگه x2 منهای 5 رو یه بار دیگه به توان 2 برسونم میشه 2 رادیکال 6 به توان 2 میشه 24. خب این یه معادله است، کافیه سمت چپ رو بست بدید. بنابراین این موجود جواب یه معادله باز هست. اگه اینجا ریشه 3 و 2 بذارم چی؟ چی؟ یکم بلندتر بگی. خب هم سوال من اینه، آیا این میشه به شکل معادله نوشتن؟ دقیقا سوال من به اون زبانی میشه که آیا این جبری هست یا نیست. اینو به تمام 6 برسونم خیلی کار وحشتناک. رادیکال 3 به اضافه ریشه 3 وام 2 رو به توان 6 برسونی؟ حالا من جرأت این کار رو ندارم. بله. X منهای رادیکال 3 رو به توان 6 برسونم؟ X منهای رادیکال 3 رو به توان... خب آره، پس به توان 3 برسونمش میشه 2. بذاریم اینو اذیت نمی کنه به نظرم. یه بار دیگه الان اینو اگه باز کنم چی میده؟ میشه x منهای 3 تا 3 رادیکال 3 x2 به اضافه 9 x منهای 3 رادیکال 3، درسته؟ این مساویه با 2. خب حالا اگه که این سه رادیکال سه ها رو ببرید اون ور، بقیه رو بیایید این ور، در میاد که x3 به اضافه 9x منهای 2 مساویه با سه رادیکال سه در x2 به اضافه 1. حالا اگه به توان 2 برسونید طرف 9، این یه عبارت جبریه، این ور هم میشه 27 برابر x2 به اضافه 1 به توان 2، بازم یه عبارت جبری. این به توان 2 میشه 27 برابر این به توان 2 که یه معادله جبری. خب حالا نکته جالب که اصلا ساده نیست بعد از این چند تا مثال میشه دید اینه که واقعا هر جوری بسازید یه همچه عبارت هایی، مثلا رادیکال 17 پنجم به اضافه ریشه سوم 2 ریشه پنجمش تقسیم بره 11 به اضافه 5 روی ریشه 4 ام 3. خب هر چه این عبارت رادیکالی رو میشه براش یه معادله ای پیدا کرد که این عبارت جواب اون معادله باشه. بله. همچین چیزایی که همون تو فوجه باشه که در این مثلا یه عبارتی در اصول
آخه یکمی پیچیده، یکمی واضح نیست، به خاطر اینکه اگه بعد به توان برسونی ممکنه اتفاقا پیچیدگیش بیشتر بشه. درست میگم؟ یه جملات اضافه معقول در میاد که همچی چیزی بشه، ولی چیزی اگه نمیشه، مثلا من که مثالی که توی کتاب آقای شجاعانی بود، ایکس مثلا مساوی صرف ممیز یک صرف بذار به یک دوتا صرف بذار به یک، یه همچین چیزی رو صد سال دیگه هم نمیتونیم بیاد عبارت رو ساش بنویسیم که ایکس هم درجهش مثلا صحیح بشه هم ضعیف بشه. خب این واقعا آخرین چیز، یعنی نکته بعدی بود که من خواستم روش صحبت کنم. بذارید به معنی آخرین نکته، بنابراین من بیام بگم همین چیزی که توی کتاب اثباتی برای اون حقیقت که نیومده، ها؟ آره، من میخوام من اثباتی بهتون بدم، یه عددی بسازم و بگم که برای این عدد هیچ گونه نمایش رادیکالی وجود نخواهد داشت. خب اینو اون آخرین نکته این جلسه انجام بدیم. پس من ادعا من در واقع قوی تر میخوام ثابت کنم، میخوام بگم عدد جبری هم نیست. خب و به ویژه بنابراین نمایش رادیکالی هم نداره. یعنی میخوام بگم اون خفره ها، اون عددهای گنگ میتونن چیزهای خیلی پیچیده ای باشن، چیزهایی که اصلا نمایش رادیکالی هم ندارن، حتی جواب هیچ معادله جبری هم نیست. خب برای اینکه اینو ثابت کنم باید که بذارید اول با یک حقیقتی شروع کنم در یه مثال ساده تر، بعد حالت کلی ترش رو براتون بگم. ببین یه عدد گنگ در نظر بگیرید رادیکالی، مثلا رادیکال 2. خب این عدد یا همین عدد طلایی، این ایکسی که جواب این معادله است رو در نظر بگیرید. من میخوام بگم که خب ما الان نشون دادیم که این عدد گویا نیست. من میخوام بگم که نه تنها گویا نیست، بلکه تقریبای خیلی خوبی هم با عدد گویا براش وجود نداره. تقریبا عدد گویا طبیعتا هم وجود داره، چون عددهای گویا همه جا هستن. بنابراین من میتونم عددهای گویایی پیدا کنم که خیلی به این عدد x نزدیک باشن. خب این همون محور رو باز دوباره نگاه کنید بهش. این محور اعداده، این نقطه صفر، این نقطه 1، این 2 و عدد x یه جایی اینجا هست. x اینجاست. خب بکنم نه اشتباه کردم، 1.87 1.6 یه جایی اینجا هست، مثلا اینجا ایکس. خب طبیعتاً عددهای گویایی وجود دارن که خیلی به این نزدیک باشن، عددهایی به شکل پکیوم. منطقه اگه بخواین یه عددی پیدا کنید که عدد گویایی پیدا کنید که خیلی به این نزدیکه، طبیعتاً اون عدد رو بعد عدد پیچیده تری کنید، یعنی مجبورید صورت و مخرجش رو بزرگ کنید. من میخوام یه حکم این شکلی ثابت کنم، میخوام بگم که عددهای گویایی که خیلی به این نزدیکن مخرجشون مجبوره خیلی بزرگ باشه. خب برای اینکه اینو ثابت کنم میام این تابع رو اسم میذارم fx، این تابع رو بذارید fx. خب وقتی x خود عدد طلاییه fx صفر، ولی وقتی x چیز دیگه است دیگه fx لزوما صفر نیست. خب الان من میتونم که f عدد پکیوم حساب کنم. f پکیوم میشه مخرج مشترک میگیرم، میشه پی دوی منهای پی کیو منهای کیو دو تقسیم بر کیو به توان دو. خب و این ماد این اف ایکس مساوی صفر هیچ وقت صفر برای عدد گویا نمیشه، چون دقیقا ریشه های این همون عددهای گنگ هم دیگه، عدد طلاییه و مزدوجش. پس این اف پی کیوم نباید صفر شه، چون پی کیوم یه عدد گویاست، بنابراین صورتش صفر نیست. از طرفی صورتش یه عدد صحیحه، چون پ و کیو عددهای صحیح هست. بنابراین نتیجه میشه که قدر مطلق اف پ کیو الان میگم ببین، به خاطر اینکه اگه این بشه صفر یعنی که عدد پ کیو جواب این معادله شده. خب اگه که این یه جواب گویا داشته باشه هر دو تا جوابش گویاست. خب در صورتی که عدد طلایی جواب این معادله بود و عدد طلایی رو نشون دادیم که گنگ، پس این صفر نیست و چون صفر نیست پس صورتش صفر نیست و صورتش هم اگه صفر نباشه لااقل یکه از نظر قدر مطلق. بنابراین قدر مطلق این اف پی کیوم لااقل یک رو کیو دوه. درسته؟ از طرفی شما از قضیه مقدار میانگین میدونید که وقتی اف رو تو دو تا نقطه فاصله
اف ایکس منهای اف وایو حساب میکنید، این همیشه مساوی میشه با مشتق یه جای اون وسط ضرب در طول این بازه. درسته؟ این قضیه رو دیدین دیگه ها؟ حالا توی ریاضی یک دوباره خواهید دید، ولی میدونید که دور همش قضیه ای داریم. این میشه مشتق در یه نقطه وای که وای بین این دو تا عدده ضرب در ایکس منهای پ کیو. خب خیلی خوب، حالا ببینید تابعه این تابعه رو که اگه نگاه کنید یه تابعه یکه، یه تابعه درجه دو، مثلا چه می‌دونم توی اینجا صفر، توی یه همچین شکلیه مثلا. خب من مشتقش رو که حساب کنید مشتق میشه 2x منهای 1، نزدیکای x این مشتق مثلا از 3 دیگه بیشتر نیست. درسته؟ من باید اگه من قدر مطلق دو طرف رو حساب کنم در میاد که قدر مطلقه، آها از طرف f x که صفر، پس این میشه قدر مطلق f p q و این کمتر مساوی خواهد شد از 3 برابر قدر مطلق x منهای p q. درسته؟ چون مشتق نزدیکی های عدد طلایی مثلا از 3 بیشتر نیست. خب این هم که نشون دادم که قدر مطلقش از 1 رو q 2 بیشتره، پس این موجود بیشتر مساوی از 1 روی Q2 و این همون چیزی که میخواستم ثابت کنم. یعنی من دارم میگم که اگه عدد X رو با یه عدد PQ می تقریب بزنید خطای تقریب از یه چیزی که وابسته به مخرجه بزرگتر، یعنی اگه بخواد تقریبتون خیلی خیلی تقریب خوبی باشه پس این عدد باید خیلی خیلی کوچیک باشه، پس این باید خیلی کوچیک باشه، یعنی Q عدد بزرگی باشه. خب این خیلی قضیه جالبیه و تقریبا همین کارا رو میشدم روی ماده جبری دلخواه انجام داد. چجوری؟ بذارید اینجا روی وایت بورد بنویسم. الان میگم ببین من الان یه همچین نامساوی دارم. خب فاصله x تا یه عدد گویای دلخواه پکیو همیشه بذار این 3 رو ببریم اون طرف، نتیجه میشه که نه دیگه 3 رو بدیم. خب فاصله x تا یه عدد گویای پکیو همیشه از یه ضریبی از 1 روی q2 بیشتر. خب بنابراین اگه این فاصله خیلی کوچیک بشه باید اینم خیلی کوچیک شه دیگه، یعنی باید q خیلی بزرگ شه. خب حالا این همون استدلال میشدم دوی معادله جبری دلخواه هم گفت. اگه من یه معادله جبری داشته باشم به شکل an xn an منهای 1 xn منهای 1 تا a1 x و a0، خب و بدونم که x یک جواب، x یک ریشه گنگه برای این معادله، x یک جواب گنگ از این معادله است. خب بذارید x نذارم، بذارم مثلا آلفا. آلفا فرض کنید یه جواب گنگ از این معادله است، اسم اینم بذارید fx، اسم این تابع رو و معادله وقتی میگم منظورم اینه که این مساوی صفر قرار بده. خب حالا اگه یه عدد گویای pq پس بذارم توی این معادله، یعنی f pq میشه چی؟ میشه an در pq به توان n تا a صفر. اگه که در یک کیو به توان n مخرج مشترک کیو n بگیرید این میشه a n در p به توان n به اضافه a n منهای 1 در p به توان n منهای 1 کیو تا a صفر در کیو به توان n تقسیم بر کیو به توان n. خب حالا اگه که p q یه عدد نزدیک به آلفا باشه، نزدیک های آلفا دیگه فقط یه ریشه داریم اونم آلفاست و آلفا هم گنگه و پکیوم گویاست، پس اف پکیوم نباید صفر شه، پس این ناصفر برای پکیوم نزدیک به آلفا دیگه اف پکیوم نباید صفر شه و چون صفر نیست صورتش صفر نیست و صورتش یه عدد صحیحه، بنابراین شما دارید
اف پی کیوم قدر مطلقش از یک روی کیو به توان ان بیشتره، درسته؟ حالا دوباره همون کارو بکنی، بگید که اف آلفا منهای اف پی کیوم این میشه مشتق در یه نقطه نزدیکای آلفا در یه نقطه بتایی ضرب در آلفای منهای پی کیوم. بعد بگید که نزدیکای آلفا مشتق بالاخره از یه مقداریه، از یه مثلا دو برابر اون مقدار دیگه بیشتر نمیشه وقتی خیلی نزدیک بشید به آلفا. پس این عدد کنترل میشه با یه عددی مثل m. از طرف این قدر مطلق بگیری، f آلفا صفره، پس قدر مطلق f پی کیوم کمتر مساوی از یه ضریبی در فاصله آلفا و پی کیوم. از طرف قدر مطلق f پی کیوم گفتم از یک روی کیو به توان n لااقل هست، یعنی از این بیشتر. خب پس در حد یه ضریب ثابت وقتی یه عددی دارید که جواب یک معادله درجه n-ه، اینو با عددهای گویا نمیشه خیلی هم خوب تقریب زد، یعنی اینکه این تقریبتون حد اکثر به اندازه توان انوم مخرج خوب میشه. این یک امام رو دارید c میذاریم اینجا، اینجا میشه q به توانه. خب دقت کنید که درسته که اینجا یه ضریبی به دست میاد که نمیدونیم مقدارش چیه، ولی این برای همه پکیوم ضریبش یکسان، یعنی من نمیتونم یه دنباله از عددهای گویا پیدا کنم که خیلی خیلی خوب آلفا رو تقریب بزنم. خب نه، خب پکیوم هر عدد گویایی بود. باشه، ولی آلفا که فقط ریشه این معادله نیست، ریشه انتقاله. باشه، ولی ریشه همین یه معادله بودن کافیه تا من بتونم استدلال بکنم. در حال ریشه این معادله که هست، درسته؟ و همین ریشه همین معادله بودنش پس تو استدلال من درست باشه. ببینید این رابطه که قبول دارید درسته برای هر عدد گویای پکیوم. خب خب این یعنی که نمیشه تقریب زد دیگه. من دارم از صدق کردن تو این معادله استفاده میکنم به ضرر این تقریب. خب و اثبات میکنم دیگه، اثبات میکنم که این رابطه برقراره. من شاید بعد دارم توضیح میدم، حالا بعدش صحبت کنیم بعد از کلاس بیشتر در این مورد. ببین هر چی که درجه اون معادله بیشتر بشه شما ممکنه بتونید تقریبای بهتری بزنید. خب ولی به هر حال هر عدد جبری توی معادله ای صدق میکنه با یه درجه، مثلا درجه 1000، درجه 1,000,000. و این اثباتی که اینجا دارم میگم میگه که پس شما نمیتونید تقریبای بهتر از 1 روی کیو به توان 1,000,000 برای این عدد پیدا کنید. خب حالا بیاین این عددی که میگم رو نگاه کنید. این عدد رو لیوویل اولین بار فکر کنم کشف کرد، یه عددی که صریحا میشه گفت چیه و در این حال عدد جبری نیست. بله ببین، ما یه معادله ای داریم، یه تابع درجه n داریم fx. خب این تابع یه تابعیه که اینجوری نوساناتی ممکنه بکنه. خب و n تا ریشه حد اکثر داره و x یکی از این n تا ریشه است، بنابراین در نزدیکی x دیگه ریشه دیگه ای وجود نداره. یه بازه هول اون x آلف آلفا، این آلفا یکی از ریشه هاست، یه بازه هول آلفا میگیرم که دیگه ریشه دیگه ای اون تو نباشه. حالا چون پکیوم اگه تو این بازه باشه دیگه پس f پکیوم نباید صفر شه. آها، حالا میخواستم یک مثال بزنم از یه عددی که نمایش رادیکالی مطمئنیم که نداره. این مثال اینه، میگه که بیاین شما x رو بگیرید یه عددی، یه صفر ممیز بذارید، بعد توی رقمایی که به شکل n فاکتوریالن یک بذارید، بقیه جاها صفر بذارید. تو رقم یک فاکتوریال یک بذارید، دو فاکتوریال یک بذارید، سه فاکتوریال که ششمین رقمه یک بذارید، چهار فاکتوریال که 24مین رقمه یک بذارید و الاخر. خب یعنی این xی که دارم توصیف میکنم هست جمع همه یک تقسیم بر 10 به توان n فاکتوریال n از یک تا بی نهایت.
خب ویژگی این عدد اینه که تقریبای گویای خیلی خیلی خوبی داره. اگه شما تا جمله انوم این سیر رو در نظر بگیرین، یعنی این که جمع از جمله یکم تا جمله انوم یک رو n فاکتوریال در نظر بگیری، یک رو ده انتان n فاکتوریال در نظر بگیری، این یه عدد گویاست دیگه، چون جمع n تا عدد گویاست. در واقع مخرجش هم 10 به توان n فاکتوریال n بزرگ فاکتوریال، این در واقع هست یه p تقسیم بر 10 به توان n فاکتوریالی، درسته؟ و تقریب فوق‌العاده خوبی از x، به خاطر اینکه جمله بعدی از 10 به توان n به اضافه یک فاکتوریال شروع میشه که خیلی خیلی دوره. در واقع x منهای این عدد این است رو دارم pn، x منهای pn روی 10 به توان n فاکتوریال، این یه چیزی تو مایه های 1 تقسیم بر 10 به توان n به اضافه 1 فاکتوریال. خب و 10 به توان n به اضافه 1 فاکتوریال هست 10 1 رو هست 1 رو 10 به توان n فاکتوریال به توان n به اضافه 1، درسته؟ اینا کنید اگه این هم کیوه دیگه، این همون کیوه. خب این تقریبا هست 1 روی کیو به توان n به اضافه 1 و این همون من میتونم زیاد و زیادتر کنم. من به این برای آلفا تقریبایی به دست میارم که این مخرجشون کیو به توان عددهای بزرگ و بزرگتری میشه. اگه این عدد نمایش رادیکالی داشت، یعنی پس یه عدد جبری، اگه عدد جبری بود حتی، پس توی معادله با یه درجه ثابتی صدق میکرد. پس نباید من تقریبایی به دست میوردم که این توانش کیو به توان بزرگتر از اون درجه میتونست باشه، در حالی که تقریبایی دارم از هر درجه ای. پس این عدد نمیتونه یه عدد جبری باشه. و این خیلی جالبه، بخاطر اینکه این عدد یه نمایش خیلی روشنی داره. ما دقیقا عددو میشناسیم و الان با این استدلالی که کردم مطمئنیم که هیچ عبارت رادیکالی نیست که برابر با این عدد باشه. درسته؟ بله. الان توضیح میدم. من تو سوالم اینه که یه بار دیگه توضیح بدم برای همه، یا اینکه بذارین پس یه بار دیگه. ببینید من الان یک عدد، چون این تیکر رو سریع گفتم، ببینید من الان یک عددی ساختم مثل x. خب بذار اینجا رو پاک کنم یه بار دیگه بنویسم. یه عددی دارم مثل x. خب اگه که این عدد رو این عدد نکتهش اینه که شما میتونید با عدد، اگه که این جمله رو این جمع رو بجنگ تا بینات برید تا جمله انوم برید، جمله بعدی از یه جای خیلی خیلی دورتری شروع میشه، یعنی قسمت خطاتون فوق العاده کوچیک. من اگه تا جمله انوم برم طبیعتاً یه عدد گویا به دست میارم، عدد پ کیو. خب و x رو اگه که فاصله اش تا پ کیو رو نگاه کنم، این تقریبا تو مایه های 1 رو n به 10 به توان n به اضافه 1 فاکتوریال دیگه، چون جمله بعدی چیه؟ هست 1 تقسیم بر 10 به توان n به اضافه 1 فاکتوریال. خب پس این تقریبا هست 1 تقسیم بر 10 به توان n به اضافه 1 فاکتوریال. از طرف q خودش چیه؟ q هست 10 به توان n فاکتوریال. بنابراین این تقریبا هست 1 تقسیم بر q به توان n به اضافه 1. درسته؟ چون این هست 10 به توان n فاکتوریال، بعد به توان n به اضافه 1ش برسونید تا بشه 10 به توان n به اضافه 1 فاکتوریال. پس شما این عددتون رو میتونید با p q می تقریب بزنید که خطای تقریب چیزی از مرتبه 1 رو q به توان n به اضافه 1. درسته؟ این n تون هم حالا میتونید هر چقدر دوست دارید بزرگ کنید. میتونم بذارم 1000، میتونم بذارم 10000. در حالی که اگه این عدد عدد جبری بود، باید یه اینی پیدا میشد که در همون درجه اون معادله‌ای که این توش صفر میکنه که نشه تقریبای بهتر از این زد، ولی من دارم تقریبای از هر اینی بهتر میزن برای عدد x. پس این عدد نباید به شکل جواب یه معادله جبری از درجه ثابتی باشه. هسته نباشه.